أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند همان گونه که استحضار دارید در فصل 18 هم از مرحله 12 هم به دنبال بحث عنایت الهی و اینکه خداوند متعال نهایت توجه و عنایت خودش رو به مخلوقات خودش داره در این فصل هجده بحث به این مناسبت مطرح شد که اگر خداوند متعال به نظام هستی و به عالم بهترین و بالاترین عنایت و توجه را دارد چگونه در این عالم ما شاهد برخی از کمبودها نواقص و به تعبیری شاهد شرور هستیم برای اینکه به این مسئله پاسخ داده شود و بحث عنایت و توجه الهی و اینکه نظام عالم نظام احسن هست به درستی تثبیت شود خب مباحثی مطرح شد و اینکه شر در قضای الهی راه نداره و اگر شر هم در عالم مشاهده می شود خب در واقع اینها امور ادمی هستند و شر که به عنوان یک امر وجودی مطرح باشد و اراده الهی و قضای الهی به اون تعلق گرفته باشد خب این مسئله مورد نفی قرار گرفت و بیان شد که ما چنین امر وجودی که اراده الهی یا قضای الهی به اون تعلق بگیرد نداریم به دنبال این بحث خب یک اشکالی مطرح می شود و در واقع در این اشکال بیان می شود که این گونه نیست که شر همیشه امر ادمی باشد یا به تعبیر دیگر اون قاعده ای را که ما گفتیم شر به ذات همیشه ادمی هست خب این را گاه مشاهده می کنیم که بعضی از شرور در امر وجودی هم قابل مشاهده هست و در واقع اون قاعده که گفته شد شر زاد امر ادمی است با مواردی نقض می شود و از جمله اون موارد درک علم و رنج است که برای انسان پدید می آید حالا این رنج و تحمل درد حالا ممکن است در اثر های بدنی و جسمی باشد مثل اینکه دست انسان خب برش به برش بشود یا دست انسان کلا خدای نخواسته قطع بشود یا به عضو از اعضای بدن آسیب میرسه خب این یک دردی را که خود انسان احساس میکند این گونه نیست که ما بگوییم این درد هم امر ادمی هست بلکه کاملا این رو هر کسی به وجدان میابد و کاملا این رو تجربه میکند و نمی شود گفت که این درد و رنج هم یک امر ادمی هست خب به همین جهت ممکن است بعضی از درد و رنج های معنوی هم که حتی مربوط به جسم و بدن هم نباشد احساس بشود مثل همین داغ مصیبت عزیزان که انسان به اونها دچار می شود خب در یک همچنین وضعیت های هم انسان حتی با علم حضوری میابد که بالاخره یک امر وجودی هست که سبب درد و رنج انسان می شود و انسان از اونها کاملا رنجیده می شود و خود این که انسان با یک امر وجودی که منافات با طب انسان داره و شر هم تعبیر میشه به همین که یک امر امری که منافاتی با طبع انسان داشته باشد خود این نشان دهنده این است که پس ما بعضی از شهرهایی که امر وجودی هستند هم داریم خب وقتی این اشکال مطرح شده و در واقع این اشکال رو مرحوم محقق دوانی در حاشیه تجرید مطرح میکنه و خودش برای این پاسخ نمیتواند ارائه بدهد مرحوم صدر المتعله این آمده و پاسخ برای این مطلب ارائه می کند که مرحوم علامه نخست این پاسخ رو مطرح میکنه هرچند خود مرحوم علامه تبا طبع تبایی خب این پاسخ صدر المتعله این رو که بیان میکنه دیگه خودش به همین جواب در واقع قناعت میکنه اما در تعلیقی که بر اسفار داره خود مرحوم علامه این جواب صدر المتعلهین رو نمیپذیره و حتی با دو تا اشکالی که بر این جواب میگیره این جواب را رد میکنه و خودش پاسخ دیگری برای این اشکال مطرح میکنه که حالا ما در این جلسه میخواهیم اول این اشکال رو مطرح بکنیم بعد پاسخ مرحوم صدر رو بیان میکنیم و سپس نقدی که خود مرحوم علامه در حاشیه اسفار داره خلاصه از اون رو هم خدمت شما عرض میکنیم و جواب خودی مرحوم علامه در اونجا داده اون رو هم خدمت شما تقدیم میکنیم تا بعد برسیم به نکاتی ریستری که در ادامه مطرح خواهد شد خب فعلا با همین نگاه کلی که به بحث پیدا کردیم و تا حدودی محدوده بحث روشن شد به بیان عباراتی که این مطلب رو بیان میکنه میپردازیم تا جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که میفرماید و تبین به ما مر ان ما یعد من الوجودات شرا به سبب الاستزرار بهی هو شر بالعرض خب جنبندی که از مباحث گذشته ارائه می کند در این دو سطر این هست که با توجه به این که مباحث را در جلسه گذشته بیان شد که شر بلاخره یا یک عدم یک امر عدم ذات هست یا عدم یک کمال هست که در واقع برمیگردد به عدم و مثال هم که در اونجا مطرح شد که حتی ما در یک مورد قتل صبر هم وقتی مواجه می شویم و اون را تحلیل می کنیم در واقع نکاتی که در این قضیه اتفاق می افته اونها را مورد بررسی قرار می دیم متوجه می شویم که خیلی از این امور که در یک قتل ممکن دخالت داشته باشد به خودشون نگاه میکنیم میبینیم اونها شر به حساب نمیآید مثلا نیرویی که در بدن قاتل هست تیزی که در شمشیر هست نرمی که در گردن مقتول هست خب همه اینها در جای خودشون نیکو هستند و کمال به حساب میآیند اما اون چه که باعث شر به حساب میآید و شر از اون به اصطلاح تولید می شود همون زهاق روحه وقتی روح این شخص در واقع از بین میره و در شخص می میره اینجاست که یک امر عدمی که همین نبود روح باشه از اینجا شر تولید می شود و در جنبندی همه فرماید که آشکار شد از اون چی بحث که مطرح شد این که اون چی شمرده می شود از وجودات از امور وجودی که اگر ما اونها را شرم به حساب می آوریم به سبب الاستزرار به که ما به واسطه این که اون از اون امور وجودی هم گاهی ما در واقع ضرر می بینیم خب اصل ادعای این است که شر امر ادمی هست حالا می فرماید حتی در بعضی از امور که ما وجودی هستند و از اونها احساس ضرر می کنیم خب اینها هم اگر وجود دارن شر بلعرزن یعنی در کنار این که این امور وجودی مثلا سم مار برای انسان یک شر به حساب می آید و خود این سم یک امر وجودی هم هست حالا نگاه می کنیم که این شر امر وجودی به عنوان یک امر نسبی خب نسبت به خود مار یک وسیله دفاعی هست برای او کمال هست و لازم هست که داشته باشه اما برای ما انسان ها که ممکن از اون ببینیم خب برای ما شر به حساب می آید. ولی این که حالا این شر برای ما حساب شده نه این که در واقع اراده الهی و قضا الهی نسبت به شر بودن این تعلق گرفته باشد نه قضا الهی به این تعلق گرفته است که این مثلا سم برای مار یه وسیله دفاعی برای او باشد خب از این جهت اصل تعلق قضای الهی به وجود یک همچنین سمی برای این که وسیله دفاعی مار باشه خب این امر درسته هست کمال برای مار به حساب می لازم هست اما حالا برای انسان سم در واقع یک امر شر به حساب می این تعلق قضای الهی به اون به صورت بلعرس خواهد بود کل قاتل و سه فیلم مثال المذکور که اینجا هم همینطور در بحث قتل وقتی مثال زد کاملا مشخص هست که اون چه که هدف اصلی از قدرت و توانی که در قاتل مثلا قرار داده شده تعلق گرفته است خب همون وجود یک نیروی هست که در یک انسانی باید باشد خب اراده الهی به او تعلق گرفته است حالا اینکه از این نیرو به عنوان برای قتل استفاده می شود این به صورت یک امر بلعرس هست در شمشیر هم همین طور هست که تیزی شمشیر برای خود شمشیر کمال هست حالا به صورت بلعرس اگر سبب قتل هم می شود اراده و تعلق قضا الهی به صورت بلعرس خواهد بود خب این نکته ای که مطرح شد پس تا اینجا کاملا مطلب روشن هست که اصل شر امر ادمی هست قضا الهی به صورت مستقل و اصلی و حقیقی به شرط تعلق نمیگیرد اما به صورت بلعرز هم در مواردی ممکن تعلق بگیرد فاین فا قلت حالا در این اشکالی که مطرح می شود این است که این الالم من الادراک خب اولا بیان میکنه که بعضی از رنج ها و درد ها و تحمل بعضی از آلام و درد از ادراک هست که کاملا این رو انسان میفهمه درک میکنه غیر و تفرق الاتصال و دوباره این علم که در واقع یکی از اسم این نمیشه ادراک خبرش هست غیر تفرق هم خبری بعد از خبر هست که هم علم یک نوع ادراک این وجودی هست هم غیر از تفرق اتصال هست که حالا دردی که از جدایی اتصال اعضا مثلا پدید بیاید یه عضوی از بدن قطع بشود و جدا بشود و درد حاصل از آن میفرماید که این غیر از اون هست الحاصل بالقطع مثلا اون جدایی که حاصل می شود به واسطه بوریش و بریدن و قطع شدن خب این رو میبینیم ادراک غیر از اون هست حالا کسی بیاید بگوید که بله اونجا قطع اتصال یک امر عدمی هست خب اصل اتصال حالا قطع یک امر عدمی میشه یعنی اتصال به هم میخوره نبود اتصال میشه که ما بگیم نبود اتصال امر عدمی هست خیلی خوب اما این که ما ادراک میکنیم این درد و رنج را بحث روی اینه که حالا همین ادراک درد و رنج شر به حساب میآید یا نه و هو امرون وجودیون بلوجدان خب میبینیم این ادراک علم و درد خب یک امر وجودی هست که کاملا این رو می شود انسان یا بید چنانچه که خودی علم رو هم وقت تعریف میکنه بیان میکنه که علم و درد و رنج ادراک منافی با تب از آن جد که منافی با تب هست یعنی چیزی را که منافی با تب هست وقت ما درک کنیم این میشود علم و درد و رنج خب حالا این ادراک درد یا رنج و امثال اینها خب یک امر وجودی هست و ینتقز به قول هم و با همین نمونه که پیدا کردیم مثلا همین درک درد و رنج نقص می شود به واسطه این قول حکما که میگن این نشر به ذات که به صورت یک قاعده کلی بیان میکنن میگه شر به ذات همیشه ادمی هست یعنی ما شر به ذاتی که در واقع وجودی باشد نداریم در حالی که در خود همین ادراک علم و رنج میبینیم که خود این یک امر وجودی هست و شر به ذات هم به حساب میآید اللهم الا ای بهی ان منش از عدمیون و این کان بعضو و شر وجودیان <هست> خب حالا میگه اگر اون قاعده را که میگن شر به ذات عدمی هست دو تا تحلیل میشه از این قاعده ارائه داد یک مرتبه هست که ما میاییم میگیم که اگر در واقع این منشأ شر امر ادمی باشد اعم از این که خود اون منشأ شر هم امر ادمی باشد امر ادمی شر باشد یا زمینه تحقق یک امر وجودی شر را فراهم بیاورد خب اینجا یا خودش هم شر باشد زمینه یک امر وجودی دیگر را هم فراهم بکند اگر این گونه باشد، بله قاعده نقص نمی شود اگر ما به این شکل در نظر بگیریم اما اگر مقصود از این ای که میگن شر به ذات ادمی هست مقصودشون این باشد که شر به فقط ادم هست و در واقع اتصاف امر وجودی به شر به صورت بلعرس فقط باشد اگر این باشد می بینیم موارد نقص پیدا می شود و این قاعده مورد نقص قرار میگیرد لذاست که بیان میکنه که این شر بزاد امر ادمی است خب باید توجه داشته باشیم که آیا میگن شر بزاد فقط عدمی هست یا نه در بعضی از موارد میشه در واقع منشأ شر رو بگیم عدمی هست حالا ممکن است اون منشأ شر سبب پیدایش یه شر وجودی هم بشود اگر اینطور باشد بله درسته بگیم منشأ شر خودش فقط عدمیه حالا ممکن است اون شرر که پدید می آید از او خب یک امر وجودی هم باشد و به همین جد می فرماید مگر این که بگیم شر بزاد عدمی هست اینکه اراده شود اینکه که شر بودن عدمی هست هرچند این منشه شر یه شر را پدید بیارد که بعضی از این شرها بازم امر وجودی هم باشد اگر این توجیه را بکنیم درست قاعده نقص نمی شود اما اگر بگوییم که نه بالاخره منشأ شر فقط ادمی هست و دیگه هیچ حتی شر هم که از اون پدید می آید او هم نمیتونه امر وجودی باشد این اشکال در واقع این حرف قاعده کلی نمیتونه باشد به خاطر که موارد نقص فراوان داره وقتی مرحوم محقق دوانی این اشکال رو مطرح میکنه و در واقع این قاعده تا حدود مورد نقص قرار میگیره خودش نمیتونه جواب بده و مرحوم صدر المتلحین آمده از این جواب داده که مرحوم علامه هم اول همین جواب رو از صدر نقل میکنه قلت و مرحوم علامه میفرماید که من میگم که صدر از این اشکال جواب داده به چی؟ به ان الالم ادراک المنافی الادمی خب درست است که علم رو وقتی ما بیان میکنیم درد رو و رنج رو این یک نوع ادراک هست ادراکی که منافی با طبع انسان هست خب بله قبول داریم این رو و ولی همین رو هم میگیم که امر ادمی هست یعنی باز هم ادراکی را که شما میگید وجودی هست ما همین ادراک را باز هم ادمی به حساب میاریم که تفرق اتصال و نحوه همون گونه که اون جدایی اتصال اعضا رو مثلا میگیم امر ادمیه این اصل این است که اعضا متصل باشد نبود اتصال خب نبود هست یعنی امر ادمی هست و همچنین مانند این در واقع عدم اتصال امور دیگه حالا مثل اموری که مربوط میشه به جهل و مثلا عجز و امثال اینها خب حالا وقتی ما این مسئله رو میگیم که این علم ادراک منافی ادمی هست خب باید نگاه بکنیم این ادراک به چه شکلی پدید می آید آیا ادراک به صورت علم حضوری هست یا به صورت علم حصولی هست که در اینجا مرحوم صدر المتلین که این ادراک علم بالعلم علم حضوریه یعنی ما این ادراک را با علم حضوری درک می کنیم الازی فیه المعلوم به وجود خارجی در علم حضوری خب خاصیتش این هست که معلوم با وجود خارجی خودش در نزد عالم حاضر می شود و به همین جهت هم این رو میگه علم حضوری وقتی معلوم با وجود خارجی خودش در نزد عالم حاضر شد حالا در اینجا هم باید ببینیم که این ادراک علم و رنج که وقتی به علم حضوری درک میشود ببینیم آیا تبدیل به امر وجودی میشه یا نه همان امر ادمی هست خب در اینجا میفرماید که این ادراک علم به علم حضوری هست لابل علم الحصولی که به واسطه علم حصولی نیست به خاطر اینکه اگر ما بیاییم ادراکی در واقع اون علم رو مثلا به صورت مثالی که گفته شد که این بریدن دست مثلا یک عضو از اعضای بدن وقتی قطع بشود حالا اگر ما این رو به صورت علم حصولی بخواهیم تصور بکنیم خب در اینجا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که شاید تصور بکنیم که دست ما قطع شده باشد اما این سبب ادراک علم نمیشود اون چه که سبب ادراک علم و رنج میشود اون در واقع همون علم حضوری هست که معلوم یعنی همون بریدن دست کاملا به صورت واقعی در خارج تحقق پیدا بکند پس با علم حضوری این ادراک صورت میگرد نه به علم حصولی که یه فیه المعلوم عند عالم به صورت معخوذت من نه اینکه به صورت علم حصولی باشد که معلوم در نزد عالم خودش حاضر نمیشه بلکه یه صورتی که از او اخش شده در نزد عالم حاضر میشود میگه این گونه نیست لا به وجود خارجی در علم حصولی به وجود خارجی خودش معلوم حاضر نمیشه بلکه اون صورتی که از معلوم گرفته میشود اون صورت حاضر می شود خب حالا وقتی این رو ما به علم حضوری گفتیم ادراک می شود فلس این دل امران حالا نگاه می کنیم که در این درک علم چه اتفاقی می افتد می در وقتی که علم پیش می آید در برای انسان حاصل می شود دو تا مثلا نیست که یکی تفرق الاتصال باشد مثلا بگیم که جدایی دست پیش آمده و و صورت الحاصل منه و یکی هم صورت حاصل از این جدایی دست نه بگیم که دو تا قضیه اتفاق افتاده یک مسئله جدایی دست یه هم صورت حاصل از اون بعد این سبب پیدایش درد رنج شده است میگیم این گونه نیست بل حضور ذالک الامر المنافی هو العلم عینه بلکه خودی همون امر منافی یعنی خود همون بریدن دست و قطع اتصال دست یا قطع اتصال هر عضو دیگر خود اون اتفاقی که در خارج رخ میدهد هو علم به عینه علم یعنی همون بنابراین وقتی ما در با علم حضوری چیز را درک میکنیم در واقع میبینیم که همون امر ادمی را وقتی در خارج اتفاق میفته اون رو ما میابیم. پس چیزی را که درک میکنیم بازم همون امر ادمی خواهد بود و لذا می فرماید که ف و, و این کان نحو من الادراک حالا در اینجا هم هرچند یک نوعی از ادراک وجود داره خب در اینجا ممکنه کسی بیاید که بگوید که اگر شما با علم حضوری میخواید ادراک علم رو به عنوان یک امر عدمی محقق کنید پس اینجا چی درک شده است آیا واقعا هیچ درک نشده است بگیم عدم درک شده است خب نه میبینیم که اینجا وقتی ادراک علم میگیم خب میگه که درست است که ادراک خودش یه بهره از وجود داره اما اون چیزی که در علم حضوری مطرح هست ادراک چون عین مدرکه مدرک که همون قطع اتصال باشد امر ادمی هست لذا ادراک هم برمیگردد به همون امر ادمی حالا اگر ادراک هم یک بهره از وجود داره میفرماید این بهره داشتنش شبیه همون بهره هایی که بقیه اعدام دارند که ادم ها هم وقتی مضاف به یک امر وجودی شد خب اونا یه بهره وجودی پیدا می کند اینجا هم ادراک از این باب هست که یه بهره از وجود دارد و لذا فرماید فهو و این کان نحوه من الادراک حالا خود همین در واقع ادراکی که صورت میگیرد یه نوعی از ادراک هست لاکن نهو من افراد الادم اما چون ادراک با مدرک در علم حضوری یکی خب مدرک که همون قطع اتصال باشد چون امر عدمی هست ادراک هم می شود از افراد عدم خب این نکته ای که اینجا مطرح هست و هو و این کان من العدم حالا اون اشکالی که مطرح شد مثلا ممکنه دفع دخل مقدر باشد که اگر ادراک پس همون مدرکه و مدرک امر ادمیه پس بگیم ادراک هستند تحقق پیدا نکرده است میگه نه و هو هرچند این علم و این کان نحوه من العدم یه نحوی از عدم را داره لاکن لهو ثبوت علی حد ثبوت عدم الملکات اما همین عدم هم وقتی به امر وجودی نسبت داده می شود مثل بقیه عدم های ملکه مثل اما و نقص و مانند اونها حالا خود اما هم وقتی نگاه میکنیم بله اما یعنی کوری یعنی عدم بسر اما همین عدم با عدم های دیگر متفاوت میشه به خاطر این که این نسبت داده میشه به بسر این عدم بسره نه عدم مثلا چیزی دیگه ای. حالا در اینجا هم این ادراک هرچند مدرکش امر عدمی هست اما به اعتبار این که دوباره به یک امر در واقع به یک امر وجودی نسبت داده می شود می شود گفت که این ادراک هم بهره از وجود داره ول حاصل ان نفس لکونها صورت الانسان الاخیره خلاصه این پاسخی که مرحوم صدر از این مسئله داده اینه که در اشکال وقتی مطرح شد که ادراک علم یعنی امر وجودی بالوجدان این رو ما میابیم ایشان آمد بیان کرد که خب این ادراک امر علم خب به علم حضوری هست و علم حضوری ادراک با مدرک یکیه و از آنجایی که مدرک ما همون امر خارجی هست همون معلوم خارجی هست خب اون امر عدمی هست پس ادراک هم میشه امر عدمی همچنان بازم شر امر وجودی نمیشود حاصلی که میفرماید نتیجه که مطرح میکند این است که نفس به خاطر این که صورتی اخیر انسان هست التي به الفصل فصل اخیر که این نفس هم در مقابل فصل اخیر هست وقتی صورت اخیر یا فصل اخیر مطرح می شود در واقع اون فصل اخیر تمام کمالات فصل های دیگر را دارد و لزام فرماید که جامع تمام کمالات نو هست واجدتون لعامت القوه البدنیه و غیرها پس این نفس واجد تمام قوای بدنی و غیر بدنی هست مثل قوای عاقله که اینها را هم داره هست فتفرق الاتصال پس جدا شدن اتصال یک عضو که هو آفتون واردتون علال حاسه که این جدایی اتصال یه آفتیه یه آسیبیه که بر قوه حس در واقع پدید می آید حس ما درک می کند که اینجا یک آفتی پدید آمد و سبب پیدایش درد شد خب تدرک نفس اندهو فقده ها کمال و تلک القوه که نفس در اینجا کاملا درک میکند که یک قوه اینجا از بین رفت و یک کمالی در اینجا از بین رفت اون قوه که وردت علیه الافه و آفت بر آن وارش شد در مرتبه نفس جامعه نه در مرتبه بدن مادی در واقع این نفس است که وقتی این آسیب رو درک میکنه و این حس برای او پدید میآید که بله در اینجا یک امری از دست رفت خب حالا چیزی رو که اینجا درک میکند نفس چیه همون از دست رفتن یک کمال یعنی نبود یک کمال را درک میکنه پس باز هم میبینیم که در اینجا اون چیزی که در واقع درک شد یک امر ادمی هست خب این جواب رو مرحوم علامه از صدر نقل میکنه ولی خود مرحوم علامه دوباره این جواب رو در تعلیقه بر اسوار در جلد 7 صفحه 63 به دو تا دلیل رد میکنه میگه که این جوابی که مرحوم صدر داده قانع کننده نمیتونه باشد خب به خاطر که ایشان اولا میفرماید که مرحوم صدر این آورد این رو برگردون به اون آسیبی که بر قوه حس گفت وارد می شود خب در حالی که ما می بینیم همه در واقع این درد و رنج ها مخصوص قوه حس نیست چه بسا درد و رنج هایی که بالاخره از غیر حسی هم پدید میاد لذا این کشان آمد و این اشکال رو مخصوص کرد به قوه حس خب این یه اشکالی هست بر صدر المتلهین که نباید به گونه حرف بزند که بر همه مواردی که با علم حضوری یک درد و رنجی حس می شود حالا اون ممکنه حسی هم نباشد معنوی باشد مثل همون از دست دادن عزیزان آدم که به درد مصیبت گرفتار می شود خب اینا هم یکی از دمونه هایی که می شود به علم حضورین رو درکت بدون این که اینها از امور حسی باشد این یه اشکالی کشان میگیرد که چرا شما آوردید در واقع این ادراک علم رو تنها علم حضوری ادراک علم رو فقط به امور حسی مخصوص ساختید و نکته دیگر هم که اشان بیان میکنه که شما مدید این نفس را آوردید گفتید که آفتی که در قوه حس پیش میآید این رو با علم حضوری درک میکنه در اینجا مرحوم علامه اشکال میگیرد میگه که در این که این ادراک حسی ما چقدر در واقع برمیگردد به علم حضوری و چقدر اینا مطابق با واقع هست خب ادراکات حسی در او خطا زیاد هست در حال که علم حضوری در او خطا وجود نداره لذا نمی شود همه ادراکات حسی را به علم حضوری برگردان و اینم اشکال دیگه که اشان می گیرد اما خود مرحوم علامه پاسخی که از این اشکال میدهد این هست که صورت علمیه رو وقتی ما در اینجا نگاه میکنیم این صورت علمی از حیث وجود خودش این رو میبینیم بله اینجا یه علمی پیدا شده است یه ادراک حاصل شده است آیا در خود این علم و ادراک آیا شر وجود داره؟ آیا می شود در اینجا علم و درد را احساس کرد در خود این صورت علمی میگه نه اما از این که در واقع این علم ما یا این ادراک ما حکایت از خارج میکنه یا عین خارج هست بله در این صورت میبینیم که چون حاکی از خارج هست و خارج هم همون قطع اتصال هست یا مثلا امر ادمی هست در این صورت باز هم شر همون عدم برمیگردد به همون عدم که در واقع اینجا مرحوم علامه باز در واقع برمیگرداند علم حضور... به علم حضوری این رو جواب میده اما اشکالی که بر صدر داره در همین خصوص هست که ایشان این رو بود روی در واقع ادراک حسی بعد ادراک حسی رو برگردان به علم حضوری از این جهت یه اشکالی رو برایشان مطرح میکنه بنابراین تا اینجا اون اشکال هم که مطرح شد کاملا پاسخ داده شد و در پاسخ هم کاملا توضیح داده شد که وقت ما این ادراک علم رو تجزیه و تحلیل میکنیم میبینیم از آنجایی که این با علم حضوری درک میشه و علم حضوری معلوم خارجی در نزد عالم حاضر میشود و معلوم خارجی ما هم همون قطع اتصال هست یعنی همون نبود اتصال خود نبود هم که دوباره همون عدم هست در نتیجه شر بودن باز برگشت به همون امر عدمی و امر وجودی در اینجا احراز نشد حالا نکات دیگر هم مطرح هست که انشاءالله در ادامه مطرح خواهد شد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم <applause> محمد محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد